خب تو قسمت چهارم این ویدیو، قسمت چهارم به اصطلاح این پروداکشن، این تولید، میخوام پی ببریم به سال چهارم دوستان عزیزمون تو گروه سیاسی باشگاه خبرنگار جوان. و اون سال این بود که به نظر شما داعش آیا تا سال 2017 از بین خواهد رفت؟ اگر بله چرا؟ ببینید عزیزم، من فکر نمی کنم، همونطور که القاعده رو اینا از بین نبردن، یعنی یه جوری الان اگه شما تصور کنیم ما چند خلیفه گری داریم تو جهانی که القاعده به اصطلاح همون مرز پاکستان و افغانستان هستش به عنوان طالبان، یا خود القاعده میتونیم بگیم یه نوع خلیفه گری هستش زیر رهبری آقای هایمن الزواهری. از اون طرف یک خلیفه‌گری گروه طالبان رو داریم ما در پاکستان، در ایالت به اصطلاح اون استان وزیرستانشون. از این طرف یه خلافه‌گری این داعش‌های وحشی رو داریم تو عراق و سوریه. از این طرف یه خلیفه‌گری داریم تو نیجریه، همون بوکو هارام، وحشی‌های اونجا. چند تا اینا گروه های مختلفی هستن که هدفشون تضعیف اسلام واقعی هست و از بین بردن اون رپیتیشن خوب اسلام واقعی که میخواد دنیا رو بیدار کنه. و اینا کاملا از طریف غرب، از طریف سیستم های جاسوسی غرب اینا ساپورت میشن، از MI6 گرفته تا CIA و به خصوص موساد رژیم صهیونیستی. به نظر من داعش تا 2017 از بین خواهد رفت یا نرفت، من فکر نمی کنم سال مفیدی باشه. من اولا فکر نمی کنم اینا داعش رو از بین خواهم برد. به نظر میاد که دارن اینا در سوریه شکست میخورن این داعشی ها، ولی اینا رو من فکر کنم نگر خواهند داشت، همونطور که القاده رو یه جوری نگر داشتن، همینطوری که منافقین خبیث رو نگر داشتن. الان اینا تو فرانسه دارن واقعا یه غلط های زیادی دارن میکنن. اگه یادتون باشه تقریبا یه ماه پیش بود که یه کنفرانسی داشتن این منافقین خبیث و سخنگو کنگره آمریکا آقای نوت گینگریش در اون شرکت کرد و خیلی از سیاستمدارای تراز اول آمریکا شرکت کردن و علنا حمایت خودشون رو از منافقین خبیث نشون دادن. و حتی اصلا بودن اینا در کشور فرانسه یک خطای بزرگه دولت به اصطلاح آقای فرانسوا اولان هستش که اینا چرا اصلا اخراج نشدن، همونطور که از پایگاه اشرفشون در عراق کاملا اخراج شدن و به سقط رسیدن خیلی هاشون، ولی همینجور منافقین رو تو آب نگر داشتن، مثل برنج که تو آب نگر میداری، اینا رو همینجور نگر داشتن و یه جورایی حمایت میشن. تو همون ویدیوش هم هست، تو یوتیوب هست، که فرانس الترکی سوریه علنا اومد گفتش که شرکت کرد و علنا گفتش که ما میخوایم ایران فرو بپاشه و نظام ایران فرو بپاشه. و من فکر کنم مثلا این تا بی سابقه بوده یه فرانس تراز اول سعودی بیاد و نابودی کشور همسایش رو بخواد، اونم جلوی یک مش خائنه که در فرانسه دارن الان یه جورایی میگردن و میچرخن. همینطور که اینا منافقین رو نگر داشتن این همه سال، 37 سال اینا رو نگر داشتن، آمریکا القاعده رو نگر خواهد داشت، آمریکا بوکو حرام رو نگر خواهد داشت، آمریکا طالبان وحشی رو نگر خواهد داشت، آمریکا داعش رو نگر خواهد داشت. ممکنه قدرتشون یه جورایی تضعیف بشه، ولی اینا رو به عنوان یه نیرو همیشه نگر خواهند داشت که یه جوری برای تضعیف کردن یا برای به وجود آوردن اختشاش و انارشی توی منطقه از اینا استفاده بشه، هر موقعی که خودشون صلاح بدونن که از اینا استفاده بشه. برای همین تصور نکنید که اینا کاملا دکونشون بسته بشه و کاسه کوزهشون از بین بره. من فکر کنم این همونطور که توی قسمت اول این ویدیو گفتم، این پروژه نابودی و به وجود آوردن کشورهای جدید توی خاورمیانه، همون نقشه آقای برنارد لوئیس که در موردش صحبت کردیم،
داعش یکی از قسمت ها و یه قدرت عملیاتی برای به وجود آوردن همچین واقعیت جدید تو خاورمیانه بود. یکی اون، یعنی با استفاده کردن از این قدرت های تروریستی میخوان کاملا یک کشوری از هم گسیخته بکنن، یا قوم های مختلف یک کشور عربی و حتی غیر عربی اینا رو از به وجود آوردن نیروهای تروریستی مثل داعش و اینا، القاعده و اینا، این کشورها از هم گسیخته بشن و جنگ داخلی به وجود بیاد و این به اصطلاح مرحله اول و دوم از یه سلسله مرحله های مختلف باشه برای کاملا منقرض کردن این کشورها که بتونن از وسط این انارشی کشورهای جدیدی به وجود بیارن. البته دارم میگم این تئوری آقای برنارد لوئیس بود و این نقشه که ایشون داشتن، برنامه‌ای که واسه خاورمیانه داشتن بود. ما هنوز تو مرحله اول و دومش هستیم، هنوز این ادامه خواهد داشت انشاءالله که شکست بخوره و خوب شکست بخوره، عمیق شکست بخوره، علنی شکست بخوره، ولی باید هوشیار باشیم و زیاد فکر نکنیم که الان اینا دارن مثلا تو سوریه شکست یه جورای شکست میخورن معنیش میشه که کاملا محو میشن. نه، من فکر کنم موساد و CIA و MI6 نخواهم گذاشت که همچین اتفاقی بیفته تو دراز مدت. الان که دیگه گفتم تو همون بخش فکر کنم اول این ویدیو، قسمت اول اینا، گفتیم که علنا اسرائیلیا دارن تاکید میکنن که داعش رو ترجیح میدن به دولت رسمی سوریه. شما فکر کنین اگه اینا بیان علنا اینو به اصطلاح بیان بگن، دیگه فکر کنین پشت برنامه یا در دراز مدت چه برنامه‌ای دارن. یه تئوری هست به نام، به انگلیسی اول میگم، من سعی میکنم ترجمه براتون بکنم، The Project for Greater Israel، یعنی پروژه وسعت دادن به رژیم صهیونیستی، که این پروژه اینه که یه ملهمه ای را بندازن تو کشورهایی که بین رودخونه نیل و رودخونه فرات هستن، که تمام اینا در آینده بشه جزء کشور، یه کشور اسرائیل بزرگتر یا اسرائیل برتر. نقشه از خیلی میگن نقشه اصلی صهیونیست‌ها این بود که از استفاده کردن از داعشیا و گروه های دیگه تروریستی، الان دارم میگم حدود 7 میلیون نفر از سوریا، مردم سوریه الان پناهنده شدن تو کشورهای مختلف دنیا. حدود 2.7 میلیون نفرشون فقط تو ترکیه هستن، بقیه‌شون تو کشورهای مختلف اروپا هستن. اینا هدفشون این بود که، یعنی این تئوری پروژه اسرائیل گسترده این بود که با به وجود آوردن جنگ و مرگ و میر و انارشی و از هم گسیختگی مردم این، مردم های این منطقه، قوم های مختلف این کشورها کوچ کنن برن به کشورهای دیگه و یه حالت وکیوم به وجود بیاد تو این منطقه که اینا بعدن خودشون وسعت بدن تا مرز ایران حتی. این یه توهم توطئه نیست، یه چیز واقعی هستش که من به شما تاکید میکنم که برین تو اینترنت و تو گوگل بزنین همین واژه The Project for Greater Israel و مطالعه کنین. خیلی ها میگن که خود پرچم لعنتی این رژیم صهیونیستی که اون دوتا به اصطلاح نوار آبی بالا و پایین داره و اون وسطشون ستاره لعنتیشون هستش، اینه که اون دوتا نوارهای آبی سمبل رودخونه فرات و رودخونه نیل هست. یعنی در واقع اینا تو پرچمشون کد دارن میدن که از تمام سرزمین ها، از نیروه، از رودخونه نیل تا رودخونه فرات بعد ما رو ما باشه. تصور و امیدشون اینه که امیدوارم تو سرشون بخوره و این فقط واسه شون یک بیش از یک رویا چیز دیگه ای نباشه. در صورت امیدوارم که تو جواب دادن این سالا با این تسلط ضعیفی که به زبان فارسی دارن، من بیشتر تو پرس تیوی به زبان انگلیسی برنامه ازم استفاده میشه و اونجا شرکت میکنم و زبان اولم بیشتر انگلیسی هست، بعد دوم عرض به حضورتون فرانسه و سوم آلمانی، بعد فارسی یه خورده رتبه چهارم. امیدوارم که تو همکاری کردن بیشتر با ایران و اومدن و شرکت کردن تو کنفرانس ها و گرد همایی ها بتونم فارسی رو تقویت کنم، ولی در صورت سعی کردم تا اونجا که تونستم تو ذهن خودم
انگلیس ذهنمو به اصطلاح لغت ها رو به فارسی، به انگلیسی به فارسی ترجمه کنم، امیدوارم که مفهومش به شما یه جوری تزریق شده باشه، ترانسفر شده باشه، و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. آخرین چیزی که میخوام تو این ویدیو بگم اینه که البته امیدوارم به دوستان که از این ویدیو استفاده خواهند کرد برای وبسایت تارنمای باشگاه خبرنگاران جوان، زیرنویس اینو به فارسی بنویسم. من اینو به انگلیسی نوشتم، یه خورده ترجمهش برام فارسی سخته، حالا اینو به انگلیسی میگم، شما لطفاً اینو زیرنویسش رو به فارسی بنویسین. و اون اینه که ISIS was 100% created by the neocon Zionist cartel as well as the Saudi Wahhabi regime and the Qatari oil gangsters on behalf of the military industrial complex for the security of the petrodollar system and most importantly to forward the greater Israel project. Every other explanation is a lie. Period. امیدوارم از این ویدیو استفاده کرده باشین و با امید شرکت در به وجود آوردن و به وجود آوردن ویدیوهای جدید در آینده و جواب دادن سوالهای دوستان عزیزمون در باشگاه، در گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان. به امید خدا و به امید روزهای بهتر و آینده روشن‌تر.